و در این زمان نوشته را امروزهای عبدالله خراسانی ترجمه کردن از عربی و فارسی، که همین توافقنامه که نام میگن که ما هنوز جور نیامدیم، ولی در حاصل توافقنامه را آماده شده. یک حکومت جدید، یک حکومت کاملا متفاوت از حکومت فعلی، که واقعا یک چیز جالبی هست که در این رابطه امشب ما نمیتونیم، اگر تانستم بعد از ساعت 8 شب امی مطلب برای شما میخوانم، مطلب بسیار جالب است. اگر دقت کنین تمامی گپ ها در اونجا آمده، اما دو طرف میگن که هیچ خبر نیست و هیچ گپ ما نزدیم، دروغ میگن، هر کدومشان دروغ میگن، با شمول غنی، با شمول عبدالله، با شمول عیت مذاکره کنی طالب ها، با شمول عیت مذاکره کنی دولت، تمام از اینا برای شما دروغ میگن. اینا فقط گودیگک های استن که میچرخند و میرقصند و بازی میکنن به ساز بیگانه. ما اگه این نشته رو که آقای خراسانی امروز به نشر رساندن این نشته واقعیت داشته باشه، وطن بار دیگه اینا دستخوش یک سه حوادث میکنن. برحالی صحبت هاییست که در برنامه امشب بیندای گرامی من خدمت شما تقدیم میکنم. داخل هم صحبت مطالب جالب از کانادا داریم که امیدوار هستم مورد توجه دلچسبی شما قرار بگیره. پس تا آخر باشین، تا آخر وقتی با ما بودین، همگی یک جا هستیم. خب همونطور که شما هم شاهد هستین، حیات های طالبان یکی به نمایندگی ملا برادر به ایران رفته و یکی هم به سرکردگی همین خود ملا برادر مکسای شکشدن، که یکی از صاحب منصبای بسیار شناخته شده حزب منفور خلق و پرچم بوده، و شیرعباس استانیزی خلقی شناخته شده هم به مسکو رفتن، و هر کدام از اینا دید و بازدیدای کردن با مقامات روسی و با مقامات ایرانی. و جالب است که آیت اعزامی طالب ها به ایران اعلان کرد که بر اساس توافقنامه دوحه که گروه با امریکا به امضا رسانیده و نتیجه مذاکرات بین الافغانی، حکومت به رهبری اشرف غنی از بین میره و حکومت جدید اسلامی افغانستان جایگزینش میشه. سایل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان و عضو دفتر سیاسی گروه در قطر امروز دیروز دوشنبه 13 دلو مطابق اول فوریه در نشست خبریگاه که در توافقنامه دوحه آمده است که در نتیجه مذاکرات حکومت اسلامی ایجاد شود. در این نشست خبری محمد وسیق و ملا خیرالله خیرخواه از دیگر اعضای هیئت طالبان نیز حضور داشتند. بشنویم که در این قسمت بیندگرامی در قدم اول که سهیل شاهین امروز در کنفرانس مطبوعاتی چی گفت. صحبت ها را ما دوباره ادامه میتیم. من فکر میکنم که باید ما کلیپ ها را می آوردم به چی فراموش ما شده، ولی به هر حال شما این کلیپ صحبت های سهیل شاهین بشنوید، بسیار جالب است. گپ هایی داره و دنبال از این نو دقیقا گپ های شیرعباس استانیزی برتون شنوید که در اون بسیار گپ ها داره. بشنوید. نقش جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ما مثبت می بینیم و توقع ما هم است که وا نقش خود را ایفا کند، نه اینکه در مذاکرات در آینده هم در تعمیر افغانستان، چون دو کشور مسلمان و برادر هستیم. جسارت من امریکا رو پرسیدم، نقش امریکا با توجه به نیات و سیاست امریکا، ارزیابی شما از نقش این کشور در مذاکرات صلح افغانستان چه است؟ هدفشان تان امریکاست. بله. ببینین ما مخالف پالیسی اشغالگرانه امریکا هستیم. در 20 سال گذشته امریکا کشور مان را اشغال کرده بود، ما در مقابلشان استادیم، مبارزه کردیم، جهاد کردیم. اگر امریکا پالیسی خود را تغییر دهد و به عوض پالیسی نظامی یک پالیسی همکاری و بازسازی افغانستان را در پیش گیرد، در او صورت ما از او استقبال میکنیم.
به نظر شما تا چه اندازه مذاکرات دوحه با واقعیت‌های جامعه افغانستان همخونی داره و به اصل مذاکرات بین افغانی جامعه عمل می‌پوشونه و دغدغه‌های همه گروه‌های افغانی رو از بین می‌بره؟ بله، اولا ما یک کامیابی است که ما مسئله افغانستان را که در 20 سال از طریق نظامی حل نشد از روی مذاکرات ما حل میکنیم. دوم یی که در تیم مذاکراتی همه جهات افغان شامل هستند، لذا از تمام جهات افغانی نمایندگی میکنه و مشکلات و خواسته های خود را در سر میز میارن و سر شاد بحث میکنیم. پیشتر رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده بود که مذاکرات صلح باید در کابل برگزار بشه، اما یه بار دیگه اعلام شد که مذاکرات در دوحه پیگیری میشه. چرا این مذاکرات در کابل پیگیری نمیشه؟ به خاطر که کابل اکنون تحت اشغال است. ای کاش نمی بود و ما اونجا مذاکرات میکردیم. کابل برای ما عزیز است، مردم افغانستان برای ما عزیز است. ما 40 سال من خودم از کشور دور بودم، چقدر عزیز باشه. از او خاطر کاش که ما در یک کشور آزاد اونجا بریم و مذاکرات کنیم. یه خواست امام است، اما متاسفانه زمینه میسر نیست. خب این هم صحبت های سهیل شاهین که گپ های داشت و آله برگردیم به دگراوی. البته درست قبل هم وزیر خارجه ایران بعد از ملاقات با سران طالب ها از حکومت فراگیر قومی یاد نموده بود که دیروز دوشنبه او را رد کرد. اما قبل از اینکه بیندوی گرامی بریم با شما یک جا به مسکو و بشنویم که شیرعباس استانکزه خلقی شناخته شده چی گفت، توجه شما را به بخش از یک جلسه محرمانی دولتی ایران جلب میکنم. البته شنیدن این کلیپ چند کمتر از یک دقیقه است، شاید ما شما را کمک کنه. چی را کمک کنه؟ کمک کنه تا دریابیم چرا دولت ایران با وجود که طالبان را از لحاظ مذهبی قبول ندارن، بهشان فرق بسیار به سزای داره، به اصطلاح طالب یک سنی مذهب هستن و اونا شیعه مذهبه که در ایران شما میفهمید که بسیار مشکل است که علی تسنن اونجا فعالیت داشته باشه، مسجد ندارن و در تضاد هم میباشن. در سقوط مزار شریف یاد ما هست که طالب ها بیشتر از 10 دیپلمات ایرانی را برکبار بسته و کشتشان، ولی بازم دست به سوی طالب ها دراز میکنه، دست دوستی و از حکومت فراگیر قومی یاد میکنه. شاید یکی از عوامل دیگه نیز همی باشه که ایرانی ها نیز مثل امریکایی ها دریافتن که طالب انگیزه اسلامی نداره و اسلام روپوش پیش از اونا بیش نیست و با آسانی میشه که اونا را مثل ایوانات به کرایه بگیرن، چنانه که امریکایی ها گفتن که طالب ها وظیفه بلک واتر در افغانستان اجرا خواهد کردن. بعد از این در پهلوی از اینا مهمترین اصل دیگه شاید هم این باشه که ایرانی ها دوست دارن توسط طالب ها به اهداف دراز مدت خود برسن، چون اگر در کشور دولت قوی مرکزی در کشور مال بده قوی مرکزی به وجود بیاد، دیگر برای ایرانی ها محال است که مانند گذشته از آبهای ما استفاده کنند. من خدمت شما کلیپ را نشر میکنم، بسیار کوتاز اما حرفهای داره. این به دقت گوش کنید، بیدای گرامی 28 ثانیه است، به دقت گوش کنید که چی میگه اینا. بند کمال خان داره تموم میشه، تموم شدنش یعنی کنترل سیلاب، یعنی 850 میلیون متر مکعبی که قرار شده بیا در حوزه سیستان و ما 850 میلیون دلار برای طرح انتقال آب از چاهنیما به سر مزارع دادیم، یعنی همه این سرمایه گذاری از بین میرود چون آبی نیست که منتقل بشه. خب حالا اینا باید ایوانات کرایه کش لازم دارن که باید آب به ایران اجازه بدن که امیش روان باشه و ما نتانیم از آب خود ما در داخل کشور ما استفاده کنیم. پس بهترین وسیله برای زینا کیست؟ اینمی ایوانات به نام طالب است که تامین کنه منافع ایران در کشور ما. و با شما میریم به مسکو و به بخش های از کنفرانس مطبوعاتی خلقی
آتشی و شناخته شده و از خدا منکر و روسیه شیر عباس استانیزهی توجه میکنیم که در چندین مورد اگر دقت کنید فکر میکنید که عباس نشست و آلت نرمال نداره، شاید هم سیگریتی کشیده باشه یا مواد دیگه استفاده کرده باشه، برای اینکه شما آلت روانی چه میبینید که نرمال نیست. خب وقتی که توافقنامه بین امریکایی ها و طالب ها امضا شد بیندای گرامی، بخشای از آن از دید همگان حتی کانگرس امریکا پنهان ماند. اما ایا خلیزاد که خود یکی از حامی های سرسخت طالب هاست و ترستان طالب به مردم واقعیت های پنهانی توافقنامه را گفتن؟ در همه کنفرانس مطبوعاتی آیا واقعا ای از خدا بیخبر یعنی شیر عباس خلقی حالت نرمال داره؟ آیا او واقعا به مردم ما صادق است و راست میگید یا دروغای شاخ داره یکی پشت دیگه تحویل مردم میده؟ آیا واقعا طالب یک گروه سوچی است که تنها افغانان در آن سمت دارن و از بیگانه خبر نیست؟ اگر چنین است، در سقوط طالب در 2001 همگی ما شاهد بودیم صدها پاکستانی به شمول نظامیان و آیس های پاکستان در قندوز دستگیر شدند، چی میکردن در قندوز؟ که امریکایی اونا رو دوباره سوار طیاره کرد و به پاکستان فرستاد. آیا ده ها مرده پاکستانی که در میادین جنگ به دست آمده با شناخت کارت خود اینا دلیل بر اشتراک بیگانه در صف طالب نیست؟ اگر کم دورتر بریم با شما بیندای گرامی، در سقوط کابل در 1996 این پاکستانی ها نبودن که در صف اول وارد شهر شدن؟ اگر میگوین نی، پس لطف کنین فیلم مستند خود مرا که در یوتیوب از بنام گذرگاه خون و آتش این فیلم تماشا کنین، مصاحبه مرا با چند پاکستانی که اسیر شده بود و که از اونا گپ زدیم. آیا شرم تاریخی بر جبینتان حق نمیشه وقتی میگوید بعد از عقد تفاهم نامه با امریکایی در تمام عملیات ها با نظامیان امریکایی در تماس میباشید و مشترکاً کار میکنید و آنگاه حرف از جهاد میزنید و از اشغال کشور و از بیگانه ستیزی؟ خوب است بیندگرمی به بخشهایی از کنفرانس مطبوعاتی ای خلقی از خدا بیخبر و طالب تروریست در مسکو توجه کنید تا خود واقعیت ها را درک نمایید که شیطان صفتا چگونه با خود فروشی با عزت و آبروی مردم افغانستان اینا بازی میکنن. اینو گوش کنین، دوباره برمیگردیم و گزارشات جالب دیگه هم داریم. با ماشین موافقتنامه سال را که امضا کردیم اون به موضوعات است که مربوط به آمریکا میشه، خروج قوات‌های خارجی از افغانستان و مسئولیتی که به مربوط امارات اسلامی میشه که او در ساحاتی که امارات اسلامی حاکم است او مدرد بخلاف از این کشورهای خارجی استعمال نشه، این در بین ما است و حکومت آینده افغانستان این مربوط به افغان ها است که افغان ها در بین خود چی نوع حکومت به چی شکل به چی ترتیب جور میکنه و ایره ما طور یک حکومت را میخوایم، مگر در توافقنامه صلح با امریکا طور ذکر شده که حکومت جدید اسلامی افغانستان، حکومت جدید اسلامی افغانستان معنی است که حکومت اشرف غنی باید ختم شود، یک حکومتی که قابل قبول برای همه جوانب در داخل افغانستان باشه باید روی کار بیاید. آیا در این مورد در قطر تا حالا گفتگو صورت گرفته یا جد برنامه‌های بعدی است که در مورد گفتگو صورت در قطر با این که حکومت بعدی میاد؟ خب خیلی با مفهوم کلی بارها پیش از اعلام شده. آیا تا کنون در جریان مذاکرات مستقیمی که شما دارین با جانب که تیم جمهوری اسلامی افغانستان کنونی است، آیا گفتگوهای در این مورد صورت ما با اداره کابل همین تیم مذاکراتی تیم کابل که مرکب از 22 نفر هستند و در دوحه هستند و همچنان از طرف ما 22 نفر هستند ششتن روزمره ما بالای این موضوع بحث میکنیم، ما بالای اجندا فکر کار میکنیم تا اجندا جور شود، چند وقت بالای طرز العمل ما بحث میکردیم، طرز العمل نهایی شد خلاص شد و حال فعلا بالای اجندا ما کار میکنیم. در اجندا موضوعات عمده اجندا یکی همیست که حکومت آینده افغانستان، نظام آینده افغانستان باید چطور باشه، با چه شکل باشه. البته اون سر میز بحث خواهد شد، چیزی که توافق سرش میشه اون چیز برد. عنوان آخری سوال میخوایم بپرسم، شما اعلام کردین بارها که طالبان دیگر برابر امریکایی ها جنگ نمیکنن و عملات را بر خارجی ها انجام نمیدن، ولی عملات بر نیروهای امنیتی افغانستان که خب مسلمان ها هستن دوام داره و بر اساس اصول اسلامی آیا جهادی در برابر مسلمان ها و یا حتی شهادتی که چون معنای شهادت در اسلامی است که کشته شدن در برابر کفار وقتی که وطن در خطر است، ولی آیا نیروهای طالبی که در برابر نیروهای امنیتی افغانستان حالا به قول شما نیروهای اداره کابل کشته میشن
شهید حساب میشن به دلیلی که اونا به دست خارجی ها کشته نمیشن و خارجی ها هم به دست طالبان کشته نمیشن. چطور خشونتی که جریان داره در افغانستان و بخشی از او غیر قابل انکار است که توسط طالبان صورت میگیره، فکر میکنین میشه که توجیه پیدا بکنه وقتی که به خارجی ها حمله صورت نمیگیره؟ با شما بهتر بانه بس که امریکا از 20 سال به این طرف در افغانستان وجود دارن و قوای ناتو در افغانستان وجود داره و اونا تمام انواع اسلحه که اونا داشتن و یا تولید کرده بودن در افغانستان استعمال کردن. همه قوتهای خارجی و در وقتی که داخل افغانستان شدن، اداره جدید، اداره قابل اینا روی کار کردن و به خاطر حمایه خود و خاطر پشتیبانی خود قوتهای داخلی را هم استخدام کردن در مقابل معاشات و دیگر خود. ما فعلا در این شکلی است که ما با امریکای ها وربند کردیم، با اونا آتش بس است، ما با اونا جنگ نداریم. اما با اداره کابل پیشتر ما بتانم که اونا جنگ خودشان دوام دادن و شما میبینید که دیروز چند روز پیشتر یکی از کلان های از اونا، من نامشن نمیگرم، که اعلان کردن اونا بودن که باید تمام بندی های طالب ها کشته شد از بین برن. خب این خودش معنای زیر داد. چند روز پیشتر از مقامات وزارت دفاع ملی از اونا اعلان عملیات کردن در چندین ولایت و فعلا عملیات جریان دارن. عملیات اکثرا اگه شما ببینین و در کانالی که هم ما بحث میکنیم، اکثر از این عملیات تقریبا 80-85% عملیات از طرف از اونا صورت میگیره، اونا کار میکنن. آقای سنگزای، آقای خلیلزاد، با شما طرح حکومت موقت در میان گذاشتم؟ در حکومت موقت ما فکر میکنم اولین مخالفتی که دارن حکومت اداره کابل دارن. چرا که اونا به این خاطر، شما اشرف غنی رو گفته نه؟ خلیلزاد. آقای خلیلزاد درباره حکومت موقت واضحا با ما چیزی نگفتن، به خاطر از اینکه حکومت موقت یا حکومت آینده موضوعی است که بین خود افغان هاست. باید افغان ها در بین خود ایره فیصله بکنن که چه قسم حکومت در افغانستان باید، یا حکومتی که جانشین عظمی حکومت فعلی باشه و او برای موقت باشه، برای مدت زیاد باشه و کدام شکل چی داشته باشه. البته اونا یک چیزی باشه نخیر، ما براتون گفتم در صفوف طالبان بدون از افغان ها کس دیگری نیست، خارجی ها وجود نداره و نیمه کسی را ما به نام خارجی ها را در زیر صف خود یا در داخل صف خود قبول می کنیم. ما میخوام که یک جمله در علاوه بکنیم. ما کانالی داریم، امریکایی‌ها هست و دفتر اعضای دفتر هم با اونا در تماس هست هر وقت. او کانال به خاطر از اینکه تطبیق توافقنامه است، تا هنوز در سر میز امریکایی‌ها چنین چیزی دلایل پیش نکردن که القاعده هست در کجاست یا در کجا نیست. برای ما این هیچ اسنادی پیش کرده نتونستن. یک دومی که 5000 نفری که از ما خلاص شد کدام عضو خارجی بود؟ نبود، کل افغانا بود و در دو فعلا شاید بس در حدود 6000-7000 بندیایی که ما داریم همش اتباع افغانستان هست و هیچ گروه خارجی وجود نداره. به این معنی است که ما خودمان هستیم و خودمان متکی به خود هستیم و به هیچ نیروی خارجی ضرورت نداریم و هم نیست. این جنگ بین افغان ها تا که ادامه خواهد داشت؟ ما یک چیز برادر ایگه هم قبلا سوال کرد، همین قصه سوال بود. بعد از اینکه در سال 2001 افغانستان اشغال شد، ما جنگمان در برابر امریکایی ها و قوات های اشغالگر خارجی شروع شد، ولی امی امریکایی ها بود که پولیسی ساخت، اردوی ساخت در برابر ما استعمال کرد. جنگ اردو پولیس که امریکایی ها اینا را تشکیل کردن و اینا را تمویل کردن و اینا را تجهیز کردن در برابر ما و اینا تقریبا چاپاها در شبای تاریک، در نیمای شب، در هر جا یک بسر یک تاریک که دستگیر می شد یا نمی شد و زخمی می شد یا نمی شد، و صدها یا دهات اطفال و زنها و یا بیچارا شهید میشدن یا زخمی میشدن یا یکی اسیر بگرفتن. ابی حالت فاجعه امی فلاکتبار که شروع کرد، اونا شروع کردن یا ما کردیم؟ اونا کردن. خب اونا جنگ در برابر ما به حیث پیشمرگای قوتهای خارجی آغاز کردن، شروع کردن و به پیش بردن و پیش آورد. ما در هیچ صورت تا او وعده نمیتونستیم که قوت داخلی که قوت های خارجی در داخل افغانستان باشه و ما جنگ خود بند بکنیم، جهاد خود بند بسازیم. این نه شریعت برای ما اجازه میداد، نه افغانیت ما برای ما اجازه میداد، نه تاریخ برای ما اجازه میداد. هر وقتی که قوت های خارجی از افغانستان میبره و ختم میشه، باز ما حاضر هستیم به این چیز که اینجا شود. و ما فعلا امروز که ما روی میز با اداره کابلی که فعلا ما میفهمیم که صلاحیت ندارم، اونا نمیخوان که صلح در افغانستان به صورت صحیح بیاید و در این سنگ اندازه همه. خب باز هم ما بخاطر
صلح و به خاطر آینده مردم افغانستان با ابرای از اونا بالای میششتیم و ابرای از اونا موضوعات بحث میگیم تا که در افغانستان اگر خداوند خواسته باشه هر چی زودتر در افغانستان صلح بیه. مگر قوتای در حضور قوتای خارجی هیچ وقتی توقع رو شما هم باید نبکنه، کس دیگه هم باید بکنه که مجاهدین صلاح خود به زمین بگذارن و شما میگید که مردم کشته نشن. مردم کشته، علت کشتن مردم افغانستان کی شده؟ قوتای خارجی که در افغانستان هم و قوتای ملیشه که اونا در بخاطر حمایه خود را استخدام کرده اینا شده. وگه اینا از امروز از جنگ دست بردارن، امروز اگه اشرف غنی از جنگ دست بردارن و بگه که ما استعفا میتم و حکومت جدید را بخاطر صلح قربانی بده، ما حاضر هستیم که با حکومت جدید به خاطر مذاکره میگه حکومت جدید استعفا نیست. و چند بارم خیلی با لحن تون گفته که ما اصلا با چنین پیشنهاد هیچ وقت موافقت نمیکنیم. بله آقای اشرف غنی شما دیدین که در سیپرینت های مختلف خود مختلف قسم گپا رو میزنن. اونا حتی میگن که حتی شما میبینید که چند وقت پیشتر اونا در یکی از کنفرانس های خود یا در بیانات خود گفتن که اگر حکومت آینده میایم بازم ما مسئول حکومت باشیم، ما رئیس جمهور افغانستان میباشم. اونا تا این اندازه بالای خودت تکه کردن رسه کردن و شما میبینید که تمام روز با ناتو و با امریکا میرن لابی میکنن دیگه، میگن تا حکومت از عمر حکومت خود به درازا بکشن. یگانه علت یا یگانه بندی که در مقابل صلح هست فعلا اداره اشرف غنی است که اونا نمیخوان. اینا یکی از غیر صداقتمند بودن از اینا ایست که تیمی را که اینا انتخاب کردن بالای میز ما برایشان زیاد بحث نمی صلاحیت مکمل ندادن برایشان. صحبت های شما یعنی این را میرسانه که آتش بس بستگی داره به استعفای آقای غنی؟ نه، آتش بس چون ما علی فعلا در داخل مذاکره با تیم مقابل هستیم، این آتش بس در اجندای ما شامل است. نظام آینده، قانون اساسی، حقوق زن، حقوق بشر، صد موضوع دیگر در افغانستان و همچنان آتش بس هم یکی از موضوعات اجنده است. وقتی که ما به موضوع آتش بس میرسیم و کوشش میکنیم که به توافق هر دو جانب برسن، مثل که با امریکا به توافق رسیدیم. من فکر میکنم که دیگه نیاز به تفسیر نیست. هرچی که آدم میگن دروغ و بازی با سرنوشت مردم ماست. با امریکا دوست، با امریکا دست برادری، اما با هموطن دشمن و کشتن که اینا دست نشانده امریکاست. واقعا بنده گرامی تاسف آور است که ما در چی مصیبت برابر شدیم که چرا اینقدر بدبخت شدیم که چنین جاهلای وحشی از خدا بیخبر بیاین سرنوشت ما را رقم بزنند.